داشتن جایی در سینه ما، با هر تکش نام میهن، با پای جان با ولایت پیمان مردان بستی، با شیر مردان این یه بار دیگه سلام و درود به شما مردم عزیز و دوست داشتنی ایران اسلامی. هر جا هستید شاداب باشید و تندرست. یک روز ویژه و خاص رو آغاز کردیم. آدینه روز هست با همه جلوه های یک روز جمعه و یک روز تعطیل هفته، اما 29 فروردین ماه سرشار از خاطره های دلاوری مردمانی است که در کنار ارتشیان حضور داشتند و برای دفاع از وطن ایستادگی کردند. ارتشیان عزیز 29 فروردین ماه رو یک روز خاص و ویژه میدونند به خاطر اینکه مردم به اونها سلام میگند و درود میفرستند و همینطور رهبر عزیزمون و همه اونهایی که عاشق ایران اسلامی هستند. تصاویر زنده و مستقیم ما از پایگاه شکاری مهرآباد تهران پخش میشه و هواپیماهای شکاری بمب‌افکن و انواع هواپیماهای جنگنده ایران اسلامی از ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده پرواز هستند و تا دقایقی دیگر مثل بسیاری از نقاط کشور عزیزمون ایران اسلامی شما میتونید آسمان زیبای وطن رو ببینید که سرشار از معرفت و نجابت و حضور عاشقانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. آسمان تهران پایتخت کشور عزیزمون تا لحظات دیگر با پروازهای ده‌ها فروند از هواپیماهای جنگنده ارتش زینت خواهد گرفت و زیبایی خاصی رو در آسمان پایتخت میتونیم ببینیم. البته همین موضوع و همین پروازهای زیبا در نقاط دیگر کشورمون هم انجام خواهد شد، همپای رژه نیروهای مختلف ارتش جمهوری اسلامی ایران. درود می‌فرستیم به خلبانان عزیز وطن، خلبانانی که
همیشه با روحیه وفاداری و ایستادگی و ایثار خودشون دفاع کردند از مرزهای آبی و خاکی وطن، از همه کیان کشورمون. و این لحظه ایست که ما در حقیقت میتونیم یاد بکنیم از همین خلبانان عزیز، به خصوص خلبانان شهیدی که یادشون، نامشون و خاطره های قشنگ ایستادگی و ایثارشون همیشه برای ما مایه افتخار هست. درود میفرستیم به شما خلبانان عزیز، همواره سرفراز و سربلند و عزتمند و پیروز باشید. خلبانان، خلبانان ارتش جمهوری. حسین آقا، وضعیت جلومون چطوره؟ گشتیشون بالا نباشن؟ نه جناب سربان، ظاهرن مسیر امنه. جناب سربان، این بالا خیلی قشنگه. پایین نگاه کنید. هیچ وقت منطقه را اینقدر قشنگ ندیدم. اینجا آدم احساس غریبی پیدا میکنه. دلش نمیاد پایین بره. برای خیلی قشنگ حسین آقا، ولی ما هم بالا روی زمینیم. لطفا حواست به سیستم باشه. به بچه علامت بده مسیر رو اصلاح میکنیم. ارتش خلق ایران سوی دشمن از زمین و آسمان، نرود جز راه حق و راه دین، چون گرفته درس مکتب از قرآن. پرواز کن فرشته حق یارت باد، الله نگهدارت باد. فرشته حق یارت باد، الله نگهدارت باد. Jinlar artışımız her yanda, gözünde der yalarda dağlarda. Her yolundan gün yolundan dönmezler, ne kadar kudretleri var canlarda. Ateşimiz var olsun, Allah size yar olsun. Ateşimiz var olsun, Allah size yar olsun. پیروزیت مبارک، پیروزیت مبارک. رزمنده مسلمان ای رفت راه ایمان، در جنگ حق و باطل پیروزیت مبارک، پیروزیت مبارک. خلبانان، خلبانان این امید و فخر ایران. خلبانان، خلبانان همرهتان گفت یزدان. پرواز کن، پرواز کن فرشته حق یارت باد، الله نگهدارت باد. فرشته حق یارت باد، الله نگهدارت باد. مبارک شاد دوران مبارک، الله سده یارم دی
چشمنلرت سالوندی شیطان گرفت آلوندی با فکنگی خوباره شاهی دوران باره قلبانلر رکموزا ایتن آرسز قلبانلر اوچا اوچا دشمنین گرد ایتن آرسز قنداداش قنداداش ارتشیمیز بار اوسون الله سیزه یار اوسون ارتشیمیز بار اوسون الله سیزه یار اوسون صبح خیر دوباره به همه شما عزیزان بیننده روز 29 فروردین ماه هست روز ارتش جمهوری اسلامی ایران تصاویر به ما نشان میده که عزیزان ما در نیروی هوایی ارتش آماده هستند تا پروازهای زیبای خودشون رو آغاز بکنن و ما افتخار اون رو خواهیم داشت که به صورت زنده و مستقیم پرواز ده ها فروند هواپیمای شکاری و بمب‌افکن نیروی هوایی ارتش رو از پایگاه شکاری فرودگاه مهرآباد تهران تقدیم حضورتون بکنیم و شما عزیزان ساکن در کلان شهرها مثل همین تصاویر رو میتونید بر فراز آسمان وطن ببینید و از حضور رژه هوایی هواپیماهای نیروی هوایی ارتش و تیز پروازان و خلبانان نیروی هوایی دلاوران و شجاعان وطن لذت ببرید. همینجا به همشون خدا قوت میگیم، عزیزانی که در برهه‌های خاص وطن با ما همراه بودن، همدل بودن، هیچگاه خودشون رو جدای از مردم ندیدن و همواره حس کردند که به عنوان یک ایرانی چه وظیفه خطیر و چه رسالت بزرگی بر دوششون هست. اونهایی که با نثار خون خودشون، با ایثار خودشون و با مأموریت‌های بسیار بسیار خطرناک و ارزنده خودشون نشان دادند که اقتدار ایران همیشگی است و صلابت و شجاعت شما مردم عزیز و دوست داشتنی ایران امری است فراموش نشدنی و همواره باید برای دفاع از وطن به پرواز درآمد، به پرواز کرد و تا عمق دشمن حرکت کرد و در مسافه با دشمن ایستادگی کرد. درود می‌فرستیم به شما خلبانان تیز پرواز ارتش جمهوری اسلامی ایران، شما بزرگواران، شما عزیزان و فرزندان ایران که این چنین همیشه ایستاده اید، شمایی که دلهاتون هم دلهای آسمانی است و نگاهتون همیشه به آسمان هست و به پرواز و به عشق و به بزرگی و اقتدار و عزت و شرافت مردم کشورتون. ما هم به همه شما عزیزان این روز رو صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. زنده باد یاد امام عزیز، امام راحل، امام خمینی رحمت الله علیه که چه زیبا در پیام تاریخی خودشون به مناسبت 29 فروردین ماه این روز رو نامگذاری کردند به نام ارتش و فرمودند که ارتش باید بماند، ایستاده باشد در کنار مردم عزیز ایران و همواره در این روز با رژه‌های پرصلابت و قشنگ خودش نمادی باشد از صلابت مردم و مردمانش. امروز 29 فروردین ماه همون خاطره‌های زیبای با خمینی عزیز تداعی میشه. درود می‌فرستیم به روان پاک امام شهیدان حضرت روح الله رحمت الله علیه و همه شهدای وطن، به خصوص شهیدان ارتش جمهوری اسلامی ایران. Thank you.
ایثارتان، آفرین بر شجاعت و مردانگیتان و آفرین بر شور و حماسه‌تان. تصاویر زنده و مستقیم پایگاه شکاری فرودگاه مهرآباد تهران رو ملاحظه می‌فرمایید شما بینندگان شبکه یک سیما. به صورت زنده و مستقیم صبحتون بخیر، آدین روز برای همه شما بخیر و نیکی و شادمانی باشه. و هواپیماها همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید، جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش آماده تیک‌آف و پرواز هستند بر فراز آسمان پایتخت و رژه نیروهای مختلف ارتش جمهوری اسلامی ایران که در جوار حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آماده هستند تا مراسم رو به صورت رسمی آغاز بکنند و سیمایی از اقتدار رو با حضور ریاست محترم جمهوری حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی انشاءالله به نمایش خواهند گذاشت و سخنرانی ایشون رو هم ما به صورت زنده براتون پخش خواهیم کرد. امروز روز ارتش هست و فرصت خوبی است برای سلام همه ملت به ارتش و نیروهای مختلف ایستاده و همیشه آماده ارتش جمهوری اسلامی ایران. ارتشیان عزیز، دوستتون داریم، روزتون مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سرتیپ دوم ستاد سید کمال پیامبری فرمانده میدان، با احترام تشریف فرمایی مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران را خیر مقدم عرض نموده به استحضار می رساند. یگانهای پیاده و تجهیزات نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری مراسم رژه 29 فروردین ماه، سال روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان آماده. یگان های مستقر در میدان. ها! مامو
الله الرحمن الرحیم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مولای منتظر، ای ناگهان تر از همه اتفاقها، پایان خوب قصه تلخ فراقها، در این پگاه امیدوار قصیده بلند انتظار فرج به بیتی رسیده است که واژگانش حروف حریتند و در آذرستان سرخ جانشان خون غزلهای بی سری می دود که در دیوان هشت بهار توامان خضر نبی قدحگیر آبروی قطع قطع بودن آنهاست. ای امتزاج قنوت غیرت علوی، شیرازه انتظار، به انتظار قبول طاعتی و نگاه عنایتی، دست ارادت به سینه و قدم غیرت بر زمین خدمت نهاده ایم و امیدواریم به وعده هل جزاء الاحسان الا الاحسان. گلواجه های سلام و درود روی این تن از خزان ما در گلستانی نگاه حضور غایبانی حضرت روح الله روییده است تا در عهدی بی زوال این گونه مشق مشتاقی کنیم که ای رود جوشیده از قدیر قیام حضرت امام، ای آفتاب شیفته یک نظارت، خورشید من غروب ندارد ستارت، بنگر چگونه غرق گل بوسه می شود دیوارهای ساده دارال امارت. این میدان هنگره فریاد رسای سلام و تعظیم متوازانی مردانی سیراب چشم سار قدیر و مهر ولایت به محضر فرمانده فاطمی سرشت خیش است که آمده اند تا در محضر خونین کفنان شهر ایثار و شهادت با جانهایی مستظهر به نور ایمان به ساحت امام منتظر اطمینان دهند که گوش به فرمان و تا پای جان سرباز ولایت خواهند بود. آمده اند تا به رهبر از سلاله سادات سپید دم خود و ملت شریف ایران اطمینان دهند از آن زمان که سالار شهیدان حجاز شریعت را به راه عراق طریقت طی کرد و در آن ظهر خون گرفته روز دهم لبهای متمسم آن صبح سعید و ذبیح شهید بر نیزه تاریک آنسان صریح و روشن شرح عهد امانت کرد و بهای آزادگی نقد جان شد، در قاموس ما شکیبایی در برابر شقاوت جایی ندارد. ای شرح عهد ما با آینده روشن ایران اسلامی است که در خاک خطر بذر جان می کاریم و محصول امنیت و آرامش برداشت می کنیم. تورق به حافظه گنج جنگ به بالا رفتگان از نردبان پوسیده اوهام و هرمله های روزگار ما خواهد گفت که از خون اصغر اکبرهای رشید روییده است. این میدان در آستانه سال روز ولادت با سعادت عاطفه محض و نور بی سایه صدیقه طاهره سلام الله علیها آیینه دار حضور یلانی است که به بعدی صادق قرآن کریم مشق مشی حضرت فاطمه زهرا در دفاع از ولایت گنج شفاعت را به دست ارادتشان خواهد داد. اینک و در سرخط این تومار وقار و مشق پشتکار در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان ضمن نثار صمیمانه‌ترین سلام ها به فیروزه حضور خانواده های معزز ایثارگران همرزم سالهای جبههای شمال غرب و جنوب، رئیس جمهور محبوب جناب آقای دکتر روحانی در جمع مالکان اشتر رهبر عزیزتر از جانمان، فرماندهان و مسئولان عالی رتبه لشکری و کشوری و بینندگان ارجمند دست تمسک به مهر گنج سر به مهر قرآن کریم میزنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. همینک از محضر شاگرد مکتب امام جعفر صادق علیه السلام رئیس جمهور محبوب کشورمان حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی استدعا دارد در صورت اراده یگانهای نمونه مستقر در میدان را با فرمایشات خیش بهرمند فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. روز ارتش جمهوری اسلامی ایران که مقارن است با ایام ولادت
با سعادت دخت نبی گرامی اسلام حضرت فاطمه علیها السلام به همه ملت بزرگ ایران، رهبری معظم و به همه نیروهای مسلح و به ویژه آحاد پرسنل فداکار ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض می کنم. این روز یادگار امام راحل است. در روزهای اولیه پس از پیروزی انقلاب، گروهک هایی که به صورت شبه انقلابی در جامعه ظهور و بروز داشتند نعره انحلال ارتش را مطرح کردند و این امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه بود که ارتش را امید ملت لقب داد و روز 29 فروردین سال 1358 را به عنوان روز ارتش نامگذاری کرد. ارتش جمهوری اسلامی ایران که فرزندان به حق این آب و خاکند، به حق نهاد حرفه‌ای دفاع از میهن اسلامی است. ارتش بدون نگاه به خط‌کشی‌های سیاسی، حزبی و فرقه‌ای همواره دفاع از آب و خاک و میهن عزیز و نظام مردمی را به عنوان هدف والای خود مد نظر قرار داده است. این ارتش همون نیروهایی است که پس از 50 سال تبلیغ دیگران در پادگانها، اون روز که پای اسلام و مردم و انقلاب به میان آمد، به کنار مردم و در کنار انقلاب اسلامی خود را قرار داد و افتخاری چون 19 بهمن و 21 بهمن را آفرید و انقلاب اسلامی پیروز شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سخت ترین روزهای این مردم و میهن و نظام، کشور و نظام را تنها نگذاشت. در ماهای اولیه سال 58 نیروی زمینی ارتش، نیروی هوایی و هوانیروز در مناطقی که آشوب طلبان به تحریک قدرت‌های بیگانه می‌خواستند کشور را دچار مشکل کنند، با حضور و فداکاری خود لیاقت و صلاحیت خود را به جامعه و مردم نشان دادند. ارتش به حق نماد اسلام خواهی، میهندوستی و مردم سالاری است و در همه صحنه های 35 سال گذشته بعد از پیروزی انقلاب، در فراز و نشیب، در خط مقدم دفاع از کشور و
نظام و میهن و رهبری قرار گرفت. در دوران دفاع 8 ساله سینه سپر کرد و به وظیفه و شرف و مردانگی و عزت خود عمل کرد و در صدها عملیات بزرگ و کوچک حضور پیدا کرد و اونجا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طراح عملیات بود در کنار سپاه ایستاد، با توپخانه‌اش، با نیروی هواییش، با هوانیروزش، با واحدهای پیاده و زرهیش در جنگ تحمیلی در برابر متجاوزین مقاومت کرد و فرماندهان عزیزی را در این راه تقدیم نمود، از نامجو و فلاحی و فکوری گرفته تا کشوری و شیرودی و بابایی و ستاری و صیاد شیرازی و ده‌ها فرمانده بزرگ در این راه تقدیم نمود. ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز ارتشی خودکفا، ارتشی هست که از فناوری‌های نو برخوردار است و در این حالی که در کنار دانش و فناوری و دانش محور است، همواره اخلاق مدار و ولایت مدار بوده است. عشق آحاد پرسنل به قرآن مجید، فرهنگ اسلام، پیامبر بزرگوار، اهل بیت عصمت و طهارت و ولایت فقیه نشانگر ولایت مداری این نهاد نظامی مردمی انقلابی است. اگر امروز نیروهای دیپلماسی شما و افسران میدان صلح در مبارزه سیاسی و در مذاکره منطقی با قدرت در صحنه جهانی حضور دارند و در مذاکره با قدرت‌های بزرگ شجاعانه از منافع کشور دفاع می‌کنند، پشتوانه آنها رأی مردم، نظر مردم، هدایت‌های رهبری و اقتدار نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران است. ما در مذاکرات به دنیا اعلام کردیم و می کنیم که ما اهل تجاوز نیستیم، ما اهل جنگ نیستیم، ما اهل منطقی و منطق هستیم، ما اهل گفتگو هستیم، ما به کشوری تجاوز نمی کنیم، اما در برابر هر تجاوزی قاطعانه می ایستیم. این حمایت نیروهای مسلح، اقتدار نیروهای مسلح و حمایت مردم دلیر ماست که مسئولین مذاکره و خط مقدم دیپلماسی را توانمند ساخته است تا از منافع ملی کشور به خوبی دفاع کنند. ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده است که به وصیت امام راحل عمل کرده است که او فرمود نیروهای مسلح در کار سیاسی مداخله نکنند، ضمن اینکه نیروهای ارتش کاملا به مسائل
سیاسی آگاهی دارند که باید داشته باشند، اما هرگز در دستبندی‌های سیاسی و در بازی‌های سیاسی مداخله نمی‌کنند. ارتش هرگز از ملت و از دولت منتخب مردم سهم‌خواهی نکرده است. همواره دنبال دفاع از میهن و کشور و انقلاب و نظام بوده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای مسلح لنگر ثبات منطقه اند، پایه و پایگاهی برای ثبات کل منطقه آشوب زده خاورمیانه هستند. امروز همسایگان ما باید بدانند ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای مسلح حامی ثبات و امنیت در کل منطقه هستند. همه کشورهای منطقه که میخواهند مستقل زیست کنند و در ثبات کامل باشند می توانند به نیروهای مسلح این سرزمین اتکا داشته باشند. نیروهای مسلح ایران زمین ما کسانی هستند که همواره در کنار مردم هستند و در مسیری که خواست مردم هست به عنوان نیروی مسلح مردمی از امنیت کشور دفاع کرده اند و دفاع می کنند. همانند ارتش برخی از کشورهای دیگر نیستند که اگر انقلاب و قیامی رخ داد وارد صحنه شوند و مردم را کنار بزنند و به فکر تصاحب قدرت باشند. در 30 و چند سالی که از انقلاب گذشته است، ما برخلاف برخی از کشورهای منطقه هرگز شاهد دولت نظامی نبوده ایم و همواره گردش قدرت در کشور ما بی خشم و خشونت و در چارچوب قانون انجام گرفته است. نیروهای مسلح ما نیروهای وظیفه شناسی هستند. ارتش با اقتدارش و با انضباطش در همه امور، حتی در امور مالی که ما در ارتش برای صرف هر ریال شناسنامه ای را شاهد هستیم و مشاهده می کنیم. نیروهای مسلح ما و از جمله ارتش ما قدرت اصلیشان اتکا به معنویت و ایمان است و امروز می‌بینیم در سایه ایمان و معنویت و اخلاق و همچنین فناوری‌های روز به عنوان ارتشی مجهز و ارتشی بازدارنده که همواره ما در پی نیروی مسلح بازدارنده در این کشور بوده ایم. در طول 200 سال گذشته ما به کشوری تجاوز نکرده ایم، اما همواره در برابر تجاوز دیگران به خوبی مقاومت کرده ایم. وجود و حضور همه نیروهای مسلح، وحدت و اتحاد و هماهنگی و برادری حاکم بین نیروهای مسلح و فرماندهی واحد توأم با معنویت که در اینجا هم حضور ایمان و اسلام و هم حضور دفاع از میهن و منافع ملی را ما مشاهده می کنیم، همواره توانستند قدرتی بازدارنده در برابر چشم
طمع دیگران باشند. تردیدی وجود ندارد که ایران اسلامی و نظام اسلامی با وجود چنین فرزندان دلیر و شجاعی هرگز اجازه نخواهند داد که تجاوزی را در این کشور شاهد باشیم. کاری که نیروهای مسلح ما در 8 سال دفاع مقدس و بعد از آن در آمادگی خود و حضور خود در صحنه‌های مختلف نشان دادند، دشمن را آگاه کردند که این سرزمین سرزمین شیران است و هیچ قدرت و ابرقدرتی را اجازه نخواهند داد که نسبت به این سرزمین قصد شوم و توطئه ای را در حال اجرا باشد. بی تردید امروز وحدتی که میان مردم و نیروهای مسلح وجود دارد، اون ارتباط طلایی است که امروز به خاطر اون رابطه طلایی به جشن و سرور نشسته ایم. روز ارتش یعنی روز قدرت ملت ایران، روز ارتش یعنی روز اتکای مردم به یک نیروی مسلح مردمی، اسلامی، فداکار و ایثارگر. روز ارتش یعنی روز نشاط و شادابی همه نیروهای مسلح و روز ارتش به معنای وحدت و اتحاد بیشتر در میان صفوف مستحکم نیروهای مسلح است. بی تردید ارتش اسلامی ما امروز کلمه طیبه است و شجره طیبه است که ریشه هایش مستحکم است، اصلها ثابت و فرعها فی السما، در همه صحنه ها حاضر برای ایثار و فداکاری است. همه مرزهای کشور ما و قلب کشور ما در امنیت است به خاطر وجود نیروهای مسلح در کنار فرماندهی عالم و فقیهی که میتواند معنویت نیروهای مسلح را بیش از پیش حافظ باشد. به امید پیروزی همه ملت ایران و از جمله نیروهای مسلح در تمام صحنه ها، از جمله صحنه فرهنگ و صحنه اقتصاد که امسال سال فرهنگ و سال اقتصاد است، دولت از همه مردم و از همه نیروهای مسلح می‌خواهد تا فرصت لازم برای بازسازی اقتصاد ملی و توسعه فرهنگی و اجتماعی را به دولت منتخب خودشان بدهند و با حضور خودشان در همه صحنه ها امسال شاهد اجرای سیاست های مقاومتی و فعالیت بیشتر در عرصه های اقتصادی و فرهنگی باشیم. ان شاء الله بحول و قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برجه نظر به راست، یگان به یگان، هر یگان به مسافت یک نماینده، یگان یکم راز نوازان. بسم الله. در سالی که به تدبیر رهبر جان‌آگاه به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است، در جوار سرمستان بادهای الست که در حریم حرمت و حریت
پای همت بر جان عاریت نهادند و حیثیت مرگ را به سخره گرفتند، دیده به دیدار عزم و مشق رزم مردانی می سپاریم که فرهنگ نامهای جهان لال تولا و تبرای ایشانند. دستی به قنوت گشوده و دستی قبضه غیرت را فشردند، مردانی که در جنگ نرم جغرافیای اعتقادات مرز مبارزه آنهاست، مردانی که کمر همت بستند تا کویر تحریم ها در سایه سحاب صلابت و امنیت به دشتستان غرور و امید تبدیل شود. این صدای ضرباهنگ غیرت قلب نسلی ستم ستیز از جنس میرزا کوچک های بزرگ تا ریسلی های مرگاشوب تنگستان های تجاوز و تهدید و تحریم است که نام نان نیک خیش را تا همیشه تاریخ بر سفره فرزندان صلح طلب سلمان نهادند، فرزندان ارتش ظفرمند که پیشانی بند شجره طیبه را از دست واژگان امام مهربان خود به یادگار دارند، دست اطمینان به قربت الوثقای امامت زدند و جامعه ارادت به ولایت و خسرو خوبان به تن کردند تا دیگر بار بگویند ای امام خوبی ها، عهد ما با تو نهدی که تغییر بپذیرد، بوستانیست که هرگز نزند باد خزانش. ملت شریف ایران، اینک به تماشای نقش رستم‌های ایران سربلند از جوار بارگاه امام آسمان چشیده امت و شهیدانی که ملائک پرده خوان قصه غیرتشان شدند نشستید. بینندگان عزیز و ارجمند ایران همیشه سربلند و ملت شهید پرور و قدرشناس و بصیر ایران اسلامی، اینک به تماشای نقش رسمهای ایران سربلند از جوار بارگاه امام آسمان چشیده امت و شهیدانی که ملائک پرده خان قصه غیرتشان شده اند نشسته اید. این صفحه گشوده را به آبروی دل به دریای خطر سپردن آبشناسان، به کلاه گوشه ساییدن کلاه دوز به آفتاب، به حرمت ذکر زیارت عاشورای صیاد در صحیفه مرصاد، به خون سرخ حنجره اسماعیل انقلاب عباس بابایی، به ارتفاع تا ابدیت عباس دوران، به بغض گره خورده منفرد نیاکی، به شوکت یوسف حیدری در مصر خلد برین، به خداجویی ناخدا همتی، به روی این تنی شهیدان
اسدالله زمانی و پرویز نادری از قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا و به حسن ختام خون نوشته سرباز شهید انشائی میخوانیم که این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. اینک پرواز جنگنده های تیز، پرواز نیروی الهی هوایی ارتش، مقدمه آسمانی برای نمایش اقتدار مردانی است که دل از زمین برگرفتند. ما وارث مرگ های با لبخندیم، یادآور موج خیزی اروندیم. ای دوست، چه عزتی از این بالاتر؟ فرزند عقاب های بیمانندیم. بینندگان عزیز و ارجمند ایران اسلامی و کسانی که همینک از جوار حرم مطهر حضرت امام پرواز جنگنده های تیز، پرواز نیروی الهی هوایی ارتش، مقدمه آسمانی برای نمایش اقتدار مردانی است که دل از زمین برگرفتند، یاد تمامی شهدای انقلاب و 8 سال جهاد مقدس، مخصوصا نزدیک به 49,000 شهید ارتش حزب الله و حماس آفرینی های نیروی زمینی قهرمان و شهیدان خلبانمان در نیروی هوایی الهی را گرامی می‌داریم.
گذرد نسیم پیش خیمه اندربهم یرزقون فلاحی در فلات فلاح رستگاری. ارتفاع چند هزار پایی نوژه از پاوه تا اوج شهادت، دل پر راز بازی دراز از فرزند شیرو و تنگ بیتا که تا همیشه نام کشوری را به لهجه سرخ شقایق فریاد می کند. دیروز بی پایان در کربلا لاجورد فرات بر قوان خون ابوالفضل رنگین شد و آنسان که در کربلای ما لاجورد اروند و کرخه و کارون به خون شما. این شرح مختصری از حدیث مفصل بیش از 200,000 جانباز ارتش جمهوری اسلامی ایران است. ایثار تکیه داده به دوش عصایتان، ایمان نشسته بر دولب باصفایتان، گلدان ولو شکست نشانیست از بهار، پیچیده عطری از شهدا در صدایتان. این لطف کوچکیست که هر روز صبح زود خورشید انیکاد بخواند برایتان. چیزی زیاد نیست اگر آسمان عشق هر شب گل شهاب بریزد به پایتان. روز قیامت است و ابوالفضل آمده است تا از شما سوال کند ماجرایتان. جای سوال نیست که او خود حضور داشت در گیر و دار حادثه کربلایتان. می پرسد از شما که شما پاسخش دهید تا بشنود شکوه بلند صدایتان. فروردین ماه سال روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگ داشت حماس آفرینی های نیروی زمینی قهرمان است. عهد ناگسستنی نیروی زمینی در 8 فصل مردانگی به سنگ محک میمک سنجیده شد. شب تیره سحر پیروز است، صحبت از نام هوا نیروز است. دل باسمان دادگان مشیت از چند هزار پایی آسمان رشادت باد در باد دعای ملائک مشودند و این عظمت و عزت و اقتدار هوا نیروز قهرمان است. پیشانی بند این رژه اقتدار یاد شهیدانی است که از سوره سرخ کربلا آیت قالوا بلا را خواندند و همچون چشمه‌های جوشان از خویش برون آمدند. امتزاج شهیدان با پرچم‌هایی که نام طاهر سلسله نور را فریاد می‌کنند خورشید را سراسیمه به بدرقه ایشان کشیده است. اگرچه اینجا تهران پایتخت جغرافیای جوانمردی هاست،
لیکن این میدان نقش جهانی دیگر است، جهانی از جوانمردی مردانی که در تقابل گرو و گلوله در خاقیز بی سنگری ها سنگر می گیرند و به راهی که به آسمان ختم می شود گام می نهند. بینندگان عزیز و ارجمند سیمای جمهوری اسلامی ایران و ملت فهیم و بصیر و ولایت مدار ایران اسلامی، همزمان با رژه یگانهای نمونه همینک شاهد رژه بخشی از بزرگترین ناوگان پروازی هوانی روز قهرمان در سطح منطقه و در آسیای جنوب غربی هستید که با انواع بالگردهای هجومی، شناسایی و ترابعی سنگین در نهایت اقتدار و سربلندی و با بهره‌گیری از خلبانان جوان و کار آزموده و متعهد و ولایت مدار در کنار عناصر فنی و پروازی و پشتیبانی هوایی، با بکارگیری از تجارب ارزنده پیشکسوتان خود، راه شهیدان، شیرودی و کشوری را ادامه می‌دهند. رزمتان پیروز و عزمتان استوار باد. اینک تنین دلکش الله و اکبر و تکبیر رعداسای صلابت و شهامت و غیرت برخواسته از مزرعه امید بخش ملت، دانشگاه امام علی نیروی زمینی قهرمان و باغ بلوغ بیش از 1000 فرمانده و امیر شهید ارتش حزب الله و خاصگاه امارانی از جنس کلاه دود و صیاد و ستاری و منفرد نیاکی و نامجوها، سینه آسمان را می شکافد. مردانی که پول بار مردانگی هایشان را بستند تا در آزمون خیبر و بعد در دجله جلال و شوکت با زلف آشفته فرات گره بخورند و به شریان جوشان عاشورا بپیوندند. مردانی که آبادی آخرتشان از قنات قناعت و شجاعت سیراب است. شأن دانشگاه های ارتش در آینه نظر بلند فرماندهی معظم کل قوا آن سان است که فرمودند من همیشه به این دانشگاه به چشم امید و ذخیره نگاه کردم و دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایران کانون علم و جهاد است. و پیام همه دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام این است که ای رهبر آزاده، آماده ایم، آماده. آموزش و اعزام قریب به 2.5 میلیون نفر از سربازان رشید ملت به جبهه های دفاع مقدس، دستاورد سترگ نیروی زمینی قهرمان، از جمله مرکز آموزش صفر یک شهدای وظیفه نزاجاست. ملت بزرگ ایران با پروردگان نام حمیت و سنجیده میزان ایمانی، بر بازوان من مهر تولای ولایت و در دل جوش مهر امامت داریم، بر توسن گرد باد سواریم و تازیانه طوفانیم. این انشای شرافت رزم‌آموختگان مرکز آموزش صفر دو شهید سید عبدالحمید انشایی. آموزش و تربیت نیروی زمینی قهرمان هر سال بیش از 30,000 سرباز تحت آموزش قرار داده و در نهایت تحویل جامعه اسلامی برای حضور در عرصه های مختلف آبادانی کشور هستند. جان آگاه ما فرمودند نیروی زمینی بایستی همیشه آمادگی های حقیقی خودش را حفظ کند و ارتقا ببخشد.
آمادگی حقیقی یعنی ایمان، انگیزه، آموزش، سواد رسمی، تخصصهای لازم، آماده به کاری و استحکام شخصیت، شخصیت اخلاقی و شخصیت رفتاری باید دارای آنچنان استحکام باشد. تیپ 222 تکاور، این تنین پوبش ارادی فرزندان امت در تیپ 223 تکاور است که با بهره‌گیری از تاکتیک‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی کارآمد از جلو جایگاه و کلام الله مجید رژه می‌رود. ما نوحد دلاوریم، ما نوحد دلاوریم، پا در رکاب رهبری. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به روحیه حاکم بر نیروها، تیپ 65 نوحه جزو اولین یگانهایی بود که منسجم شد و برای مبارزه با گروهک‌های ضد انقلاب در مناطق مختلف کشور عملیات‌های مؤثری را انجام داد. در حال حاضر نیز این نیروی کارآمد آمادگی انجام هر گونه مأموریتی را در اقلیم‌های متفاوت کشورمون دارد. در خوزستان خوننشان، آنجا که اروند در پای نخل‌های بی‌سر حدس خاطره کشیده است، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیای آجا که همینک دانشجویانش در حال مشق رزمند، خاطره ای دارد به روشنی ثابت کردن اجداد فروند. پرنده دشمن تنها در عملیات والفجر هشت از مجموع 700 پروند پرنده دشمن که در طول دفاع مقدس شکار کرده است. تو ای سرزمین سپهر و رنگ ایران مسلمان، غمت مرساد که آسمانت تکیه بر بازوان مردان بیدار دلی دارد که از صلابت و مهر جامه بر تن دارند و با رخساری برتافت از ایمان تکبیر او اهریمن شکنند. شهد رضایت فرمانده علوی گوارای وجودتان که فرمودند روحیه خلبانهای ما در دوران جنگ تحمیلی از جمله پدیده‌هایی بود که در نیروهای مسلح کشورهای جهان بی نظیر یا بسیار کم نظیر بود. افسران نیروی هوایی، چه خلبانهای شجاع و تیز پرواز، چه افسران فنی، در جای خود هر کدام نقش آفرین بودند و توانستند تجربه عظیم دفاع مقدس 8 ساله را به سهم خود و به نوبه خود به آن نتایج افتخارآمیز برسانند. یاد خلبانی همچون شهید بابایی و افسر فنی عالی قدری همچون شهید ستاری هرگز از یاد ملت ایران نخواهد رفت. استقرار در سواحل جنوب شرق کشور از بندر عباس تا پسابندر به طول حدود 900 کیلومتر، استقرار در آبهای آزاد دنیا تا مدار 10 درجه به فاصله 2000 کیلومتر از چابهار به طرف اقیانوس هند جنوبی، برقراری و تأمین امنیت برای کشتی‌های تجاری در خلیج عدن و دریای سرخ و شمال اقیانوس هند، اسکورت بیش از 2000 کشتی نفتکش و تجاری در منطقه و قریب به 150 مورد درگیری شدید با دزدان دریایی، بخشی از کارنامه درخشان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که با پرورش جوانان غیرتمند و متخصص در دانشگاه علوم و فنون دریایی حضرت امام و فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی رشد رقم خورده است. بسیج لشکر مخلص خداست و بسیج مدرسه عشق است. ترکیب ارتش و مجموعه بسیج، خانواده بزرگ ارتش، ترکیب بسیار زیبایی است.
از فرمایشات ارزشمند مقام معظم رهبری در تمجید از گردانهای احتیاط بسیج کویهای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران. نیروهای احتیاط بسیج عاشق ولایت در نیروی زمینی قهرمان، مظهر پاکی و صداقت، شجاعت و ایثار که با حضور داوطلبانه خود در دفاع همه جانبه از آغاز تا خاتمه جنگ تحمیلی ماهیت خود را به همگان ثابت نموده و همواره آماده اجرای فرامین مطاع مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه عزیز فرماندهی معزز کل قوا بوده و هستند. بینندگان عزیز سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای احتیاط و ذخیره حلقه اتصال مردم با نیروهای مسلح و باعث وحدت و انسجام ملی و مشارکت مردمی در رأس به منظور برقراری امنیت پایدار در اقصا نقاط کشور است که توسط این بسیجیان شیرمرد واقع در کوههای سازمانی ارتش حزب الله و در نیروی زمینی قهرمان به منصی ظهور خواهد گذاشته شد. نیروهای احتیاط و ذخیره یک نیروی عظیم، بالقوه، مردمی، آموزش دیده و متخصص به منظور پشتیبانی از نیروهای مسلح و بالا بردن توان رزمی یگانهای ارتش و عامل بزرگ بازدارندگی در کشور هستند. گردانهای احتیاط بسیج و بسیجیان کوههای سازمانی نمونه بارزی از دلاورمردی‌ها و جانفشانی‌های سربازان و بسیجیان ایثارگر و قهرمان 8 سال جهاد مقدس بودند. بینندگان عزیز و ارجمند سیمای جمهوری اسلامی ایران و ملت فهیم، بصیر و قدرشناس ایران اسلامی، همینک تا دقایقی دیگر شاهد رژه نونهالان و آینده داران بسیج در کوههای سازمانی نیروی زمینی قهرمان، پایگاه بسیج شهید صیاد شیرازی و شهید سلامت بخش در کوههای سازمانی نیروی زمینی قهرمان هستید که از مقابل جایگاه و کلام الله مجید و در مقابل حرم مطهر امام راحلمان که خود از افتخارش این بود که بسیجی بودند، با گام‌های استوار رژه می‌روند. یگان‌هایی رو که مشاهده می‌فرمایید گردان احتیاط بسیجی است که از ترکیب نیروهای احتیاط و بسیجیان نمونه کوی‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشند که به فرمایش گوهربار و ارزشمند مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا مدت ظله العالی ترکیب بسیار زیبایی است. پایگاه بسیج شهید صیاد شیرازی و شهید سلامت بخش نیروی زمینی قهرمان. بسیر انقلاب در ارتش جمهوری اسلامی ایران است که فرموده بودند معنای بسیج حضور متن مردم در عرصه های فعالیت های اساسی برای ملت و کشور است.
هر دولتی و هر کشوری وقتی مردم را داشته باشد، هر جایی که متن مردم حضور پیدا کنند و مردم حرکت کنند، به یک سمتی پیروزی قطعی است. ما گرد مداری از خطر می‌گردیم، تا صبح به دنبال سحر می‌گردیم. سوگند به لاله ها که همچون خورشید زرد آمده ایم و سرخ برمیگردیم. آماده ایم هستی خود را فدا کنیم، آماده ایم هستی خود را فدا کنیم، یعنی فدای مکتب خون خدا کنیم. در خون ماست غیرت سردار علقمه، هیهات اگر حسین زمان را رها کنیم. همینک شاهد رژه یگان نمونه بسیج شهرک‌های مسکونی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشید که با گام‌هایی با صلابت و استوان از مقابل کلام الله مجید و جایگاه و با تجدید عهدی دوباره با آرمان‌های بلند امام امت، بزرگ فریادگر تکبیر و توحید در قرن اخیر و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، رژه خواهند رفت. نیروهای احتیاط بسیج عاشق ولایت، مظهر پاکی و صداقت، شجاعت و ایثار که با حضور داوطلبانه خود در دفاع همه جانبه از آغاز تا خاتمه جنگ تحمیلی ماهیت خود را به همگان ثابت نموده و همواره آماده اجرای فرامین مطاع مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای عزیز می باشند. نیروهای احتیاط و ذخیره حلقه اتصال مردم با نیروهای مسلح و باعث وحدت و انسجام ملی و مشارکت مردمی در رأس به منظور برقراری امنیت پایدارند. پایگاه بسیج شهدای 15 آذر کوههای سازمانی نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. گر عرصه زندگی به ما گردد تنگ، گر عرصه زندگی به ما گردد تنگ، یا قوطه به خون زنیم در جبهه جنگ، یک نام به خون نوشته در سینه سنگ بهتر ز هزار نام آلوده به ننگ. پای بند کلام مولایم، با پدافند چو جمع من گردم، نرسد هیچ دشمنم گردم. ارتشیم بسیجیم که رهبرم فرمود، کار من مقدس است و ستود. گفت ارتش و بسیج کلام طیبه است،
پیشم چون گدایی فاطمه است. همینن شاهد رژه بسیجیان عزیزمون در قرارگاه هوایی پدافند هوایی حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می باشیم. بینندگان ارجمند، همینک در تصاویر تلویزیونی شاهد فرود هواپیماهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از انجام رژه در یگانهای مبدا خود هستیم. خطور کند باید خود را آماده دریافت سیلی های محکم و مشت های پولادین ارتش سپاه بسیج و در یک کلام ملت بزرگ ایران باشد. امروز پدافند در اولویت اول است. مقام معظم رهبری و بسیج قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم ارتش جمهوری اسلامی ایران را می‌بینید که با ادوات پیشرفته و به همینک از طریق گیرنده های خود شاهد بازگشت تیز پروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به یگانهای خود هستید. دلاور مردان جان بر کفش جان بر کفان شکارچی ادوات زرهی دشمن سوار بر موتورسیکلت های چهار چرخ با قابلیت حرکت در زمین های زوآرزه و کوهستانی و
و خودروهای سبک تهاجمی رنجر مجهز به سلاح 7.62 میلیمتری افگر و تفنگ تکتیرانداز 14.5 میلیمتری شاهر ویژه نیروی زمینی قهرمان در حوزه جنگ ناهمکاران ساخته شده به دست متخصصان توانمند سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی قهرمان. موتورسیکلت‌های چهارچرخ نیروی زمینی قهرمان رو مشاهده می‌فرمایید که از مقابل کلام الله مجید و جایگاه مقتدرانه رژه می‌روند. دستاوردهای سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی قهرمان رو در عرصه های مختلف میبینید که یکایک و مقتدرانه از جلو جایگاه و کلام الله مجید رژه میروند. خودرو 2.5 تن 4x4 تاکتیکی نینوا مینری و خودرو 2.5 تن 4x4 تاکتیکی نینوای توفکش و سلاح نواخت بالای 6 لول کالیبر 50 محرم نداجا اولین دارنده دانش فنی طراحی و ساخت سلاح‌های نواخت بالا در سطح نیروهای مسلح بوده و می باشد. نیروی زمینی قهرمان با بیش از 50 سال سابقه استفاده از خودروهای نظامی اولین سازنده انواع خودروهای تاکتیکی در کشور می باشد. آفرین بر غیرتتان و آفرین بر توانتان، بر نیروهای نخبه و متخصص سازمان تحقیقات جهاد خودکفایی نیروی زمینی قهرمان. قسم به قصیده بلند غیرت عاشورا، به حرمت والله انقطعتم یمینی، معرفت به بال نشسته در این میدان محصول شجره طوبایی است که از چشم سار آن نیم روز خونین که سرشت و سرنوشت بندگی و آزادی ما را رقم زد سیراب شدند. شاهد رژه گردان UN که آمادگی اجرای هر گونه مأموریت در سرتاسر گیتی را می باشد، همینک با خودروهای مختلف از جلو جایگاه و کلام الله مجید رژه می روند. نفربر M113 بهینه سازی شده توسط سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی قهرمان، نفربر فوق سبک زرهی صیاد طراحی و ساخت کاملا بومی توسط متخصصین عزیزمون در نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران، نفربر BMP2 ما راست قامتان جاودانی تاریخ خواهیم ماند، شهید مظلوم دکتر بهشتی عزیز. نفربر براق با کاربردهای مختلف در نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، نفربر BTR-82 جا دارد که امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران را حزب الله بنامیم. توپ 23 میلیمتری اتوماسیون، تمامی این ادوات و خودروهای بهینه شده توسط سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر بر این رزم‌آفرینان نیروی زمینی قهرمان و بر این متخصصان توانمند ارتش جمهوری اسلامی ایران. تانک سمسام ایران امشب بهینه شده توسط متخصصین عزیزمون در سازمان تحقیقات جهاد خودکفایی و تانک ذوالفقار ایران رو مشاهده می‌فرمایید که مقتدرانه از مقابل کلام الله مجید و مسئولین محترم کشوری و لشکری رژه می‌روند. تانک دیگری که رژه می‌رود تانک ذوالفقار ایران، تانک اصلی میدان نبرد، نسل جدید تانک ذوالفقار ایران، نسل جدید تانک ذوالفقار ایران، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی
قهرمان، ریکاوری تانک چیفتن، تمامی حاصل زحمات متخصصینمون در نیروی زمینی قهرمان، تانک پلگزار و مینکوب تفتان رو مشاهده می‌فرمایید که یکایک و پشت سر یکدیگر از مقابل کلام الله مجید رژه می‌روند. موشک انداز 122 میلیمتری کاتیوشا، توپ 130 میلیمتری کششی و سایر توپ‌هایی که متقابلاً و با صلابت و اقتدار هرچه تمام‌تر برای دفاع از مرزهای کشورمان و حدود و ثغور و تمامیت ارضی این مملکت الهی و ولایی یک به یک رژه می‌روند. کوستر 155 میلیمتری کششی رو ملاحظه فرمودید که از مقابل جایگاه و کلام الله مجید توأم با سربازان عزیز ولایت مدار سوار بر این مرکب‌های دشمن ستیز آماده مقابله با هر گونه تقطی دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی بوده و هستند. ارتش جمهوری اسلامی ایران جزی از مردم و بازوی توانای ملت است. از فرمایشات ارزشمند مقام عظمای ولایت در تمجید و توصیف ارتش و نیروی زمینی قهرمان، موشک انداز فجر 5 خب همینک شاهد رژه یگانهای گروه موشکی نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران، موشک نازعات، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، موشک زلزال و توپ 23 میلیمتری زوبین 1، خودرو کشنده توپ 23 میلیمتری و دیگر خودروهایی که نمونه ای از تجهیزات مخابرات و جنگال نیروی زمینی قهرمان می باشند. گروه جنگال، جنگ الکترونیک در عرصه های نبرد که نقش بسزایی در طول 8 سال دفاع مقدس داشته و امروز با ارتقاء توانمندی های نوین و استاندارد سازی توانمندی خود، سامانی ارتباطی تراک 32، سیستم های ارزشمند نیروی زمینی قهرمان. خب شاهد حرکت یگانهای محمول، سامانی رادار مطلوب فرد، تمامی این ادوات و ابزارهای نوین، سامانی رادار تاکتیکی نبو در قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانی رادار تاکتیکی خاصا، آفرین بر غیرتتان و درود بر مردانگیتان، سامانی رادار سامن و سامانی رادار شهاب رو ملاحظه می‌فرمایید که مقتدرانه و با صلابت فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن ارتش کلمه طیبه است. سامانی راداری 10 شهریور در سالی که به نام مقام عظمای ولایت، سال اقتصاد فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده، فرماندهان و مدیران قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم برانند تا انشاءالله در دفاع از آسمان آبی و آسمان ولایت همیشه هوشمندانه در دفاع از این کشورمون آمادگی خودشون حفظ کنن. همزمان با رژه یگانهای محمول قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم، بینندگان عزیز سیمای جمهوری اسلامی ایران، ملت عزیز، دل به آسمان دادگان مشیت از چند هزار پایی آسمان رشادت، بال در بال دعای ملائک در جوار مرقد آسمانی امام مهربانی ها رو ملاحظه می کنید. چند بازان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که بر فراز حرم مطهر امام و به حل نزول ملائک و فرشتگان در جوار مرقد آسمانی امام مهربانی ها پا به میدان مشق مشتاقی می نهند. شما که ظرف زمانی تا همیشه شهد شیرین رضایت اما خود را دارید که فرموده بود شجاعت شما عزیزان ارتشی قابل وصف است. سامانی دوش پرتابی میسا، قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم، سامانی رفع آلودگی شین میمه،
نیروی هوایی در همه افتخارات جنگ از اول تا به آخر سهیم بوده است. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توانسته است با تکیه بر روحیه خودباوری و اعتماد به نفس حلقه های وابستگی به بیگانگان را قطع نماید. همینک شاهد عبور پروژه قدر هستیم و اینک دستاوردی از میراث خون شهیدان موشک یاسر، موشک ستار یک، موشک عصر هفت و این دستاوردها یادمانی از حماس آفرینان عملیات کمان 99 است که در آغازین روزهای جنگ تحمیلی با پرواز بیش از 140 فروند شکاری بمب‌افکن تومار دشمن وحشی را به هم پیچیدند. موشک کروز هواپایه و بمب ریتارد از جلوی جایگاه عبور می کنند. شاهد فرود چتر بازان غیرت دشمن از زمین و آسمان ندود جد راه حق و راه دین چون گرفته دست مکتب از قرآن پرواز کن پرواز کن فرشته حق یارت با الله نگه دارت با فرشته حق یارت با الله نگه دارت با Jinlar ertişimiz her yanda Gönlünde deryalarda dağlarda Her yolundan gün yolundan dönmezler Ne kadar kudretleri var canlarda Ertişimiz var olsun Ertişimiz var olsun Allah size yar olsun پیروزیت مبارک پیروزیت مبارک رزمنده مسلمان ای رفت راه ایمان در جنگ حق و باطل پیروزیت مبارک پیروزیت مبارک قلبانان قلبانان این امید و فخر ایران قلبانان قهرمانان همراه تان گفت یزدان پرواز کن پرواز کن فرشته حق یارت باد الله نگه دارت باد فرشته حق یارت باد الله نگه دارت باد آه
اسممون گشونی گتی سوزن یالونی یستدن من ببینی زهری گف نباره شاد دوران مبارک الله سده یارم گی دشمنلر سمارون گی شیطان گریب دارون گی فاتحلی گف نباره شاد دوران مبارک قلبانلر قلبانلر رکموزا احتمالسز قلبانلر uça uça düşmanın kalbi kararsız Kandadaş, Kandadaş Ateşimiz var olsun Allah size yar olsun Ateşimiz var olsun Allah size yar olsun من از صلابت مردان مردی سخن میگویم که امروز پر صلابت تر از همیشه امیدوار تر از دیروز در حماسه ماندگار ایستادگیشان حضور دارند. آری فرزندان ایران، ارتشیان دلاور، آنان که در مکتب عاشقی به تمام درس وفا و صفایشان به اثبات رسیده است، آمدند تا بار دیگر حماسه ای پرشکوه را در جلوی دیدگان تمام جهانیان به منصه ظهور بگذارند. امروز 29 فروردین ماه یادآور خاطره های درخشان همیشه ماندگار ارتشیانی است که رهرو راه امامند، آنانی که با امت خیش پیمانی همیشگی دارند و رهرو راه ولایتند. جوانمردان ایران، فرزندان دلاور وطن، در آستانه ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا ام ابیها سلام الله علیها با همه آمادگی و حس وطن دوستی و وفا و صفایی که در قلب‌های عاشقشان موج می‌زند رژه می‌روند. رژه می‌روند در مقابل دیدگان همه جهانیان، استکبار، استعمار و آنانی که چشم طمع به خاک پاک وطن دارند. ارتش فرزندان دلاور این آب و خاک و همه آنانی که
برای رهروی راه امام امت و تجدید میثاق با آرمانهای تمامی شهیدان آمدند تا بگویند که ما ارتشی هستیم و همیشه ایستاده چون سرو در مقابل همه دشمنانی که فتنه‌گرند و چشم طمع به آب و خاک وطن دارند. به خود میبالیم ایرانی هستیم و چنین جوان مردان ارتشی در صف پیکار با همه دشمنان این آب و خاک و ملت شریف ایران. در پیشگاه مردم شریف ایران و شما بینندگان عزیز شبکه یک سیما نهایت تعظیم و تکریم رو تقدیم میکنیم. امروز آدینه روز هست، جمعه تعطیل هفته و لحظه های فروردینی سال 93 که تازه آغاز شده و ما رو در معنویت و ایمان، صمیمیت و مهربانی و همدلی مردم به شادمانی دعوت کرده. در پیشگاه همه آرمان‌های مقدسی که شما مردم عزیز به خاطرش ایستادگی می‌کنید. امروز روز ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده، 29 فروردین ماه، و جا داره همینجا از امام فقید و رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران یاد بکنیم. او که همیشه در تمامی عرصه‌ها امام بود و پیشوا و مراد بود برای همه ما مردم. و همینطور تجدید پیمان میکنیم با آرمانهای تمامی شهیدان عزیز وطن، به خصوص ارتشیان شهید، دلاورانی مانند شهیدان نامجو، فلاحی، فکوری، کلاهدوز، عقارب پرست، آبشناسان، شهرامفر، شیرودی، کشوری، بابایی، ستاری و امیر سرفراز سراسر جبهه های نبرد، سپهبد شهید امیر صیاد شیرازی. این نگاه زیبای امروز شما بینندگان عزیز و هموطنان خوب ما هست به ایران اسلامی. بر شما مبارک باشه و خجسته باد میگیم به همه شما
هموطنان عزیزم، به خصوص ارتشیان دلاورمون، فرزندان عزیز و دوست داشتنی ایران اسلامی در هر کدام از نیروهای مختلف ارتش و در هر کدام از واحدهای ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت می کنند، همیشه سرفراز باشند و بدانند که دعای خیر مردم عزیز کشورمون بدرقه راهشون هست در انجام مجموعه مأموریت‌هایی که بر عهده دارند. مأموریت‌هایی در آبهای وطن، در آسمانهای ایران اسلامی و در مرزهای دریایی وطن، هر جا که حضور دارند، در زمین و آسمان و دریا و حتی در قلب اقیانوس‌ها، هر جا که حضور دارند، دعای خیر مردم عزیز ایران و پدران و مادران بزرگوار شهیدان بدرقه راهشون هست. استوار باشند و همیشه